اونقدر حافظه خوبی ندارم واقعا، ولی یه سری چیزا یادم میاد. مثلا از 3 سالگیم خیلی کم، باز 4 5 سالگیم بیشتر، دیگه آخرین خاطراتم میرم اون 4 5 سالگی، اصلا قبل اون یادم نمیاد. از این اصطلاح شنیدم، میگن شیطون خوب. من شیطون خوب بودم، یعنی اذیت میکردم، شیطنت میکردم، خیلی هم اهل بازی کردن بودم. از اون بودم که مثل الان تو خونه بند نبودم هیچ وقت، باید میرفتم مثلا تو کوچه فوتبال بازی میکردم. ولی خیلی دختر مودعی بودم، درس خون بودم، همیشه احترام میذاشتم، ولی خب شیطنت های خاص دخترانه هم داشتم دیگه. همیشه من بیشتر هم خیلی حرف میزدم، خیلی زیاد، همین که در میرفتم، حالا از مهد کودک، از مدرسه، اینا عادت کرده بودم، کلا یه جا بند نمیشدم. خیلی بچه تر که بودم، زمانی که میرفتم مهد کودک، من مادرم همونجا یه دونه در واقع مجتمع آموزشی بود که مادر من مدرس زبان بود اونجا برای دبیرستان پیش دانشگاهی، منم همونجا گذاشته بود مهد کودک که خیالش راحت بشه حداقل کنار دستشم. بعد عادت داشتم میومدم بیرون، سر کوچه اونجا یه دونه سوپرمارکت بود، من خیلی سوسکی از اون گوشه در میرفتم میومدم بیرون و اینا. عاشق اسمارتیز بودم اون موقع، از این اسمارتیزها اومده بود که عینکی بودن، اونا تازه اومده بود. یه بار طبق معمول در رفتم و اینا، بعد دیگه مامانم اینو میگفتن، ما هر چقدر گشتیم دنبالت نمیتونستیم پیدات کنیم که تو کجایی. من خودم خیلی خوب یادم نمیاد، فقط یادمه که از اون در مهد کودک در پشتش اومدم بیرون، یه آقای اومد گفتش که کوچولو چی میخوای؟ گفتم اسمارتیز. گفت بیا بریم برد اسمارتیز میخرم. مامانم میگه که تو به مدت یه چیزی نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه نبودی، ما هر جا گشتیم نتونستیم تو رو پیدا کنیم. هیچی، من خوشحال خندان رفته بودم به اسمارتیز خوری و این داستانا. بعدم میگفت دیگه چون گم شده بودی، اون مثل اینکه اسمارتیز خریده بود رفته بود دیگه، حالا درد سر میشد. منم همینطوری، یه دونه پارک هم بود اونجا، من دیگه تو پارک ویلون سیلون گریه کنان نمیدونستم بعد کجا برم دیگه. مامان میگه آخر سر گریون انتهای پارک موتور پیدا کردیم با اسمارتیز تو دسته، ولی مهمه که به اسمارتیز رسیدم. مدام خیلی در میرفتم، خیلی حرف میزدم. یادم چیز دوم ابتدایی بودم، بعد کلا از این بچه های بازیگوشی بودم که اون موقع مبصر می من می نوشتن خیلی خوب، خوب، بد، خیلی بد. من کلا تو خیلی بد بودم، همیشه کیمیا گیلانی خیلی بد دیفالت بود اونجا. بعد معلممون همیشه اونایی که توی بد و خیلی بد بود صدا می کرد، می من دم تخته وا می استادن، بعد می گفتن که خب خیلی کارشون بد بود، حالا که اون یکی زده بود، یکی موی اون یکی کشیده بود، یکی زیاد حرف زده بود اینا. من کلا همیشه دم تخته وا می استادم. بعد یه چیزی رو فهمیده بودم، میگه معلمون دل رحمه، اونایی که گریه میکنن سری میبخشه بدون اینکه حرف بزنن، اینو میرم میشنم. بعد من وقتی رفته بودم وایسادم اونجا، گفتم خب یه تکنیک استفاده میکنم، من گریم هم نمیومد، نمیتونستم بچه گا گریه کنم. اومدم سری مقنعه رو اینجوری دادم بالا، شروع که از پایین توف زدم به اینجاها که قشنگ انگار دارم گریه میکنم. اگه یه ثانیه زودتر انجامش داده بودم به خیر گذشته بودا. این آخرش که من داشتم این توفا رو اینجوری میزدم، دیگه معلم فهمید، دیگه با اجازت من با پرونده رفتم خونه، دیگه من فرستادم خونه، گفتن که تمام بابات نیومدن دیگه شما نمیاش از کلاس دوم. آها، بعد نازم به من گفتش که چون دختر بدی هستی از کلاس دوم میخوام بفرستمت کلاس اول، و هم گفتم شما نمیتونین چون من معدلم 20 شده، طبق قانون نمیتونین منو بفرستین به یه پایه پایین تر. خوبیش اینه که زبونم دراز بود. بعد بگم کیا رو آسی نکرد فکر کنم این سوال خیلی بهتره. جاره دیگه مامانم بابام اینا اون موقع ها مثلا ماشینمون چیز نداشت که ضبط و اینا خیلی کم بود، مثلا آهنگ گوش دادن چیزی نبود که. بعد من نقش ضبط سیار رو داشتم دیگه، مثلا وقتی مسافر از اول تا آخر من شعر میخوندم تا برسیم اونجا دیگه. تفلک مامانم اینا کلا تو چشم بودن رو دوست داشتم. یعنی بچگی شروع کردم مثلا کتاب داستانا رو ورق میزدم ببینم چی به چی هن. شروع کردم از این آدمک و عروسک های کوچولو داشتم، میبستمشون به چوب بستنی، بعد روی یه میز از این پرده ها درست میکردم، به زور به مامانم اینا بلیت میفروختم که بیان بشینن از من نمایش عروسکی ببینن. خودم اولش اجرا میکردم، تقدیم میکردم اجرا رو به بقیه. بچگی دوست داشتم کلا سگا.
هنوزم دارم، شاید باورتون نشه ولی هنوزم سالم کار میکنه. من هیچ وقت اینجوری نبود که به خاطر موضوع خاصی بهم کادو بدن دیگه، مثلا اینطوری نبودم که بگن درس بخون تا بهت کادو بدیم، چون خودم درسم خیلی خوب بود از بچگی. و نه، عید بود فرداش هم خواستیم بریم شمال، بابام رفته بود چیز، چون مأموریت میرفت و اینا، رفته بود کیش، از کیش بر من سگا خریده بود. اون موقع خیلی سگا چیزی جدیدی بود، من خیلی بچه تر بودم. بعد یادتونه اونایی که سگا داشتن میدونن که دسته هاش خیلی زود خراب میشد. خیلی من و داداشم نشستیم تا صبح. سال تحویلم یادم نصف شب بود که شبش هم از این طنزای آقای مدیری پخش میشد اون موقع زمانه. نشستیم تا صبح بازی کردن، حالا 7 صبح میخواستیم پاشیم بریم شمال مسافرت. ما دوتا دسته رو خراب کردیم از ترس مامانم اینا. صبح زود بلند شدیم رفتیم گشتیم دوتا دسته پیدا کردیم، گرفتیم گذاشتیم تو این بسته که بتونیم بریم شمال ادامه بازی. خیلی اعتیاد آور بود سگا. هیچ وقت مدرسه رو دوست نداشتم، هیچ وقت، یعنی الانم اصلا. مثلا میگن که وای برگردیم به دوران مدرسه، من هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به دوران مدرسه. صبح بیدار شدن و تو حیات سرد و میستوندن ورزش صبحگاهی با کوله های سنگ، اصلا. ولی درسم همیشه خوب بود و حالا دوره دبیرستان بیشتر دوست داشتم. دوره دانشگاه هم که دیگه من هنوز البته دانشجو هستم چون خیلی درس دوست دارم و همیشه درسم خوب بود. من کل همیشه شاگرد اول بودم که هیچ توی دانشگاه، من کارشناسی هاشم شهید بهشتی درس خوندم، استعداد درخشان شدم، مثلا با شرط معدل اومدم برای ارشد، دکترام که رتبم 1 شد، الان دانشجو دانشگاه تهرانم. کارشناسی و ارشدم و مدیریت صنعتی خوندم شهید بهشتی، دکترام و مدیریت رسانه میخونم دانشگاه تهران. اولین باری که تلویزیون منو نشون داد من 9 سالم بود، به عنوان بچه هایی که میرن مهمان برنامه. موقع شبکه جام جم خیلی رو بورس بود، بعد واسه ایرانیان خارج از کشور و داخل ایران هم خیلی تماشا میکردن، اصلا شبکه جام جم خیلی معروف بود. من تو برنامه کودکش رفتم به عنوان مهمان برنامه، 6-7 بچه بودیم، منتها خب خیلی حرف میزدم و اینکه زبان انگلیسی من خوب بود دیگه. مجری شروع کرد، مجری هم خانم نگار استخ بود اتفاقا، دیگه شروع کردیم به صحبت کردن و اینا. کارگردان کار گفتش که ما این مسابقه میخواییم برای بچه هایی که خارج از کشورن، میخواییم که یه بچه اجرا کنه. از ما یه تست گرفت، من تست رو قبول شدم، چند ماه رفتم و اونجا به عنوان مجری مسابقه کودکان کار میکردم. ولی اگر بخوام بگم که خب حرفه‌ای، نمیتونم اون موقع اون سن و سال رو بگم که خب حرفه‌ای شغل من بود، نه. همون موقع سریال بازی کردم، از طرف مدرسه پیشنهاد میشد برای سریالا، میرفتم کار میکردم و اینا. همیشه هم مدرسه مشکل داشت با اینکه این بچه همش سر فیلم برداریه. ولی دیگه از سال 1385 من میخواستم برم اول دبیرستان، دیگه رفتم نیمرخ تست دادم و دیگه شروع شد. یعنی اومدم شبکه 5 برنامه روتین گرفتم و دیگه اصلا شد حرفه من. همزمان من هم درسم رو میخوندم، همین که کار میکردم دیگه، عملا شد شغل من. خب توی تولیدی برام راحت تر بود، گرچه من الان واقعا برنامه های زنده رو دوست دارم. حتی تولیدی هم دوست دارم که عین زنده نگاه کنم ببرم جلو، چون یه باره و همون یه بار انرژی تو جمع میکنی، 0 تا 100 انجام میشه و تمام میشه. خب دفعه اول استرس داره دیگه، استرس داره، خصوصا آنتن زنده آدم همش نگرانه. بعد خصوصا که من تمام آنتن زنده هایی که داشتم در ارتباط با مخاطب بود، چه زمانی که برنامه کودک بود که خب کودک خودش کار کردن باش خیلی کار سختیه رو آنتن زنده خصوصا، بعدم که همش مسابقه های تلفنی، ارتباط زنده با مخاطب، آن لحظه هر اتفاقی ممکنه بیفته. مطمئن من یه ریلکسی ذاتی دارم که باعث میشه وقتی هم یه سری اتفاقا میفته ناخودآگاه جمع میشه، میخندم، جمعش میکنم، یا مخاطب میگم برنامه زنده است. و خیلی از مخاطبا عادت کردن به یه سری از اتفاقایی که ناخودآگاه میفته. تو اینستاگرام بعضی وقتا میان کامنت میذارن مرام سلطان سوتی ایران. ما توی نما به نما، خب خیلی توی اینستاگرام اومد بیرون قضیه جایزمون، قضیه کارت به کارتمون،
خانم برنده شدن و اینا، و من همیشه عادت داشتم چون ما توی نوابنما همون لحظه جایزه رو واریز میکردیم و من ازشون میخواستم که روی آنتن بگن برشون واریز شده یا نه، از روی اسمس بانکشون چک کنن و مبلغم بگن، چون برامون خیلی مهم بود اعتماد مخاطب داشته باشیم. خانمی که شرکت کرده بودن، خب تا جایی که یادمه پسر خواهرشون همه کارهای ثبت نامی رو انجام داده بود و ما همیشه از قبل شماره کارت و همه چی رو میگیریم که اطلاعات کامل رو از اون چک کنندمون داشته باشیم. برشون واریز شد و من توی گوشی گفتن که بپرسم ازشون. من پرسیدم که خب تا جایی که یادمه اسمشون طاهره بانو بود، گفتم که طاهره بانو براتون واریز شد؟ گفتن که خانم گیلانی من که شماره کارتی ندادم. بعد از من اصرار از ایشون انکار، گفتم چرا خانم محمودی پشت صحنه ازتون گرفتن؟ نه من که شماره کارتی ندادم. ای وای، من مونده بودم مگه میشه همچین اتفاقی؟ تهیه کننده تو گوشه هم گوش واریز شده، به خاطر اینکه البته تقصیر ما هم بود، به خاطر اینکه چک نکردیم اون شماره کارت رو، باشون هماهنگ نکردیم، تقصیر ما هم بود. در واقع ایشون خب اس ام اس بانکی نداشت، فعال نبود، اصلا نمیتونست چک کنه، نمیدونست، در جریان مسابقه نبود اینا. ما هی اصرار. بعد هیچی دیگه، کلا توی فاز مجازی پر شد و اینا. چی بگم پیش میاد؟ سوتی که ممنوع کارم کنه به حال اتفاق کنم چون حسی بهتون دسته. نه فقط من یه بار خیلی عصبانی بودم رو آنتن، تازه نه به خاطر خودم، به خاطر پارتنر مجری که با هم بود. دم در سازمان ما کارتمون رو بهمون نداده بودن، این دم در سازمان ما رو نگه می داشتن که هی چک کنن توی آفیش و اینا. اون پارتنر من 40 دقیقه دیر رسید رو آنتن، من که خیلی عصبانی بودم، برگشتم همون رو آنتن گفتم چرا به ما کارت نمیدین. هفته بعدش کارت گرفتیم. آخه دیگه خود آنتن زنده خیلی ریسکیه که مجری مثلا 2 دقیقه به آنتن برسه، این خیلی بده، بعد اصلا برنامه دست مجری در میره، خیلی چیز ریسکیه واقعا. آره بر ما همیشه خیلی راحت بوده چون من شبکه جام جم همیشه پارتنر آقا داشتم و اتفاقا دوست دارم اینکه کنار هم اجرا کردن، این فضا رو شکوندن خیلی خوبه. اینکه یه برنامه صرفا زنونه باشه، صرفا مردونه، من خودم خوشم نمیاد. من شرکت کننده ها رو به اسم کوچیک صدا میکنم، البته بعدا اجازهش رو گرفتم از خود مدیریت محترم شبکه، با بانو یا آقا میگفتم که من دوست ندارم، آخه من خودم دوست ندارم که من به فامیلی صدا کنه، و اینکه به خاطر احساس صمیمیت خیلی بیشتر دوست داشتم که اسم کوچیک ولی به همراه یه آقا، یه خانوم یا بانو در کنار اسمشون میذاشتم و صدا میکردم. و اینکه خب اول این به وجود اومده بود که خب این خیلی دیگه صمیمانه است، بعد دیدن که نه، شرکت کننده هم خودشون چقدر دوست دارن و چقدر استرسشون کم میشه، این از لحاظ روانی روی آدم ها میتونه تأثیر گذار باشه، احساس نزدیکی میکنه، اون اختلاف رو از بین میبره و ناخودآگاه اعتماد به نفس رو میبره بالا برای شرکت کننده. پر انرژی، احساسی، ولی در کنار منطق بالا، آدمی که جاش باشه خیلی حرف میزنه ولی بسیار شنونده خوب. یعنی من این نمیخوام تعریف کنم از خودم، ولی همه میگن، من همیشه میگم من آدم پرحرفی هستم، ولی امکان نداره مثلا جایی باشم و کسی بخواد حرف بزنه و من گوش ندم. یعنی میشه که شاید من 1 ساعت تمام حتی 1 کلام حرف نزنم و فقط بشنوم، چون میدونم که آدم ها دوست دارن که شنیده بشن و من خیلی با من از این شنونده هام که سری بعدی طرف بخواد تعریف کنه میتونم پا به پاش بگم، چون شنیدم که واقعا چی گفته، به معنای واقعی کلمه گوش دادم به حرفش و یادم نمیره. ما اول رفیق شدیم بعدا عاشق شدیم. اینم از صداق سر صدا و سیما بود، چون ما توی کلاسای صدا و سیما یه کلاسای میذاشت برای مجریا، زبان بدن، فن بیان، ارتباط با مخاطب، توی بخشی به اسم آموزش سیما ما اونجا با هم آشنا شدیم، بعد خیلی رفیق شدیم. بعد من همسرم اینجوریه که
خیلی باهوشه و خیلی با حوصله و صبوره. اصلا بعض وقتا میمونم توی که چقدر میتونه صبور باشه. من نه، من سریع یه جایی عصبانی بشم سریع واکنش نشون میدم. آبت اصلا این شکلی نیست، خیلی میتونه تعامل داشته باشه. بعد پیگیر علم و دانشه، یعنی شما هر موضوعی بگیم مثلا 4 تا کتاب راجبش خونده برخلاف من. بعد ما توی کلاس زبان بدن بودیم، همه مجری بودیم دیگه، چون شوهر منم سابق مجری جامعه جمع بوده. بعد استاد ما یه دکتر روانشناس بودن که همون اول جلسه یا آخر جلسه یه سوال هوش میدادن. من آبتی میشست فکر میکرد به جوابم میرسید. بعد تا بخواد بیاد توضیح بده، من سریع از رو چیزایی که نوشته بود و کاری که کرده بود سریع جوابو میگفتم. بعد دیگه استادم اونو فهمیده بود، میگفت این دوتا باز به هم گره خوردن. ما دیگه هی بیشتر با هم آشنا شدیم. بعد کلان چون همه مجری و سازمانی بودیم، هم با هم دوست بودیم به نوعی، ولی خب اولین بار بود که همه داشتیم واقعا نزدیک توی یک کلاس با هم دیگه آشنا می شدیم. دیگه ما با هم دیگه بیشتر آشنا شدیم و اینا. آره خاطر جالبه میخوام بگم ازش، سر همین کلاس بود، ما هیچ کدوم شماره همگر نداشتیم اصلا. بعد آبچی اومد به من گفت، ما موقع برنامه کودک کار میکردم، هنوز وارد بزرگسال نشده بودم، رنگین کمان داشتم، شاگه پش پنگول. بعد اومد دنبال من که خب بیشتر با هم آشنا بشیم دیگه، هم دوست داشتیم. به من گفتش که من چجوری میتونم بچه یک از فامیلامونو بیارم برنامه تو. با من برشم بهش گفتم که کاری نداره، کد ملی، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی، برای شماره من اسمس میکنیم. قاعدتاً بعد سوال بعدش این بود که خب شمارتون چیه که من اسمس کنم؟ گفت ممنون رفت. بعد دیگه بعد از مدتی که کلاسامون طولانی تر شد و همه بچه ها بیشتر با هم آشنا شدیم، ما خیلی با هم رفیق شدیم، به خاطر اینکه هم پدرامون به نوعی همکار از آب در اومدن، شرایط زندگیامون خیلی نزدیک به هم بود، رفیق شدیم. و بعد از مدتی هم خب خانواده همون با هم آشنا شدن. میگم پدرامون شانسی همکار در اومدن، جفتشون ارتشی بودن و بعدم که دیگه ازدواج کردیم دیگه. بعد 7 سال 6 سال خورده دوست بودیم، نزدیک 9 ماه نامزد بودیم، منم که 3 ماهه که ازدواج کردیم. شاید خیلی عاشقانه نباشه جمله‌ای که میگم، ولی خب به دل جفتمون نشسته و اینه که خب اونایی که این کاراشون به نوعی هنریه شاید بیشتر اینا درک کنن. زندگی های ماها خصوصا نظر شغلی خیلی بالا پایین داره، یعنی یه روز کار داریم یه روز نداریم، یه روز اوضاع بر وفق مراده یه روز واقعا نیست. ما جفت، من همسرم کارگردان انیمیشنه، کاملا شرایط زندگی همو درک میکنیم، شرایط کاری. و یه زمانی که جفتمون از نظر کاری حالمون خوب نبود، نشستیم پیش هم و به هم گفتیم که اصلا عیبی نداره، با هم درستش میکنیم. این قشنگترین جمله‌ای بود که من ازش شنیدم و اون از من شنید و واقعا با هم درستش کردیم. اونم میگم میزان شیرین بودنش هم زیاده. اینکه برای یه سریال خیلی دوست داشتم که کار کنم و من معرفی شدم بودم به عنوان یک بازیگری که هیچ وقت یه سریال طولانی 52 قسمتی نقش یک نداشت تا اون موقع. معرفی شدم که برم تست بدم برای یک نقشی که توی 2 قسمت یه سریال 52 قسمتی بود. رفتم و تست دادم و اینا، منتها چون برگه دیالوگ اون نبود، من برگه دیالوگ نقش اصلی رو تست دادم. تست دادم و اینا تموم شد و گفتن که میریم خبر بدیم بهتون طبق معمول. گفتم باشه. بعد کارا رفته بود بالا، منم با بقیه فیلم های تست رفته بودم دیگه. بعد زنگ زدن گفتن که شبکه گفته که این خانوم باشه برای رول اصلی، چقدر این رول بهش میاد، چون نقشه دختر خیلی شادانی بود، خیلی خرسند. بعد گفته بودن که بعد قجری هم بود، من مثلا به قیافه هم میخوره. بعد گفته آره این صورتش گیرده و تون 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 حرف میزنه، این برای همین نقشه خوبه. بعد کارگردان تایید کردن که خب میشناختن دیگه، من رفتم تست دادم،
زنگ زنگ گفتم که آره خودت اوکی شده، یعنی من از یه کسی که قرار بود توی دو قسمت یه دونه سریال باشم شدم نقش اصلی سریال 52 قسمتی. خوب خیلی حالا خوب، بعد شبکه نسیم، شبکه سه، اینا همشون سریال رو رفتن، خوب خیلی خوب بود. خب من خودم هم یکی از نویسنده های اون برنامه بودم، کارگردان برنامه، و من نویسنده های رنگین کمان بودیم. بعد خب من اولی که وارد اون برنامه شدم، از برنامه نوجوان وارد برنامه کودک شدم، برام خیلی سخت بود ارتباط با کودک، منتها چون خودم خیلی سنم کم بود، 18 سالم بود، تونستم این ارتباط رو بگیرم، بیشتر از همه با همین خود شخصیت اصلی برنامه دیگه، پنگول. و اینکه تمام این اتفاقات باحال رو میتونستم بنویسم. بعد خب من حاجی عبدالله هم خودش استاد بتاره و شیطنت و اینا، یعنی اصلا یه سری ایده های ناوم میداد، بعد با اون صدای بانمک و عروسک گردانی خوب احمد آکشته، خب دیگه ما هر شیطنتی رو میخواستیم توی اون برنامه در قالب کودک میآوردیم دیگه، خیلی خوش میگذشت بهمون. بعدم من این شیطنت رو داشتم دیگه، یعنی من کلا مثلا بعد از اینکه کلا تغییر ژان دادم، از کودک اومدم به جوان، همون شیطنت رو با خودم آوردم توی مسابقه شرکت کننده رو اذیت میکنم، سر کارشون میذارم، یه سری اذیت های ریز خودم دارم دیگه، صندوق دو رو میگیرم، صندوق سه رو میدارم. با خودم دارم اونو همیشه. خیلی خاطره داریم از اون زمان. از بعدش هم همیشه آدم ها، همکارهای خوب، همیشه رفیق میشن و با همدیگه در ارتباط هستن. همیشه مثلا آدم تولدها رو به هم تبریک میگن، اتفاقات مهم زندگی همدیگه رو به همدیگه تبریک میگن. الان هم مثلا اون تیم کنار هم بشینیم، کلی از رنگ هم خاطره داریم که برای هم بگیم بخندیم، از اون موقع، از سختی هاش، از استیج هاش، از راه های دوری که میرفتیم. ما رفتیم چیز بندر عباس، بعد نه رفتیم چیز، انقدر همه جا رفتیم، محشر از این رفتیم، اهواز رفتیم، خود اهواز. بعد یه دونه خیابونی داره که پر فلافل و سمبوسه و همه این خوراکی های خوشمزه، همه اونجا جمعه. بعد منم از قبل اینجوری بودم که خب مثلا خیلی نمیخورم غذا و اینا، الکی حالا هم میدونستن که من خیلی شکم ها. رفتیم اونجا، انقدر من این ساندویچ ها رو پر میکردم میخوردم که همین من آجی عبداللهی تهیه کنندم و اینا همین گفتن تو چی کار میکنی؟ آخه اصلا بهت نمیاد. و من اون موقع 52 کیلو بودم، آخه گفتم بسه، یعنی اونا که مرد بودن کم آورده بودن، من هنوز داشتم سمبوسه برمیداشتم امتحان میکرد، اصلا نمیتونم جلو خودم بگیرم. بعد ما چون خیلی مسافرت رفتیم برای استیج های مختلف، کلی خاطره داریم از استیج ها، از برنامه ها، و خیلی باحال بود. به قدر من خیلی نمیتونم بگم که آینده من دقیقا چی میشه، چون من یهو مثلا ممکنه آنن تصمیم میگیرم کلن دیگه تو هنر بذارم کنار، یا نه کلن بچسبم به این که یک بازیگر خوب بشم، نه کلن بازی رو بذارم که کلن مثلا برم مجری بشم فقط اجرا، یا نه اصلا ول کنم برم استاد دانشگاه بشم. خیلی آدم غیر قابل پیشبینیم و نمیدونم که چه آینده‌ای دارم، ولی میدونم که یقینا یه مقداری عجیب غریب خواهد بود. اول اینکه خیلی خوشحالم که حالا من یه دریچه جدید میبینمتون و امیدوارم که حالا هر کسی که این مصاحبه رو دید، شنید، ارتباط بیشتری برقرار کرده باشه، یه مقدار بیشتر با هم آشنا شده باشین، و اینکه توی هر کاری که دلتون میخواد انجام بدین بهترین باشین، هر چی که میخواد باشه، هیچکی نمیتونه جلوی شما رو بگیره. و امیدوارم که حالا یه لبخندی به لبتون اومده باشه، دو کلوم حرف درست درمونم زده باشم، به دو نفر کمک کرده باشم، و اینکه خیلی دوستتون دارم دیگه. کلا من هر چی دارم از مردمم دارم که همیشه من شناختن، حمایت کردن، کنارم بودن. امیدوارم که بتونم همیشه همین ارتباط خوبه رو هم دیگه برقرار کنیم. دوستتون دارم.